سلام و شب بخیر به شما بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با اخبار شیعه در افق پانوراما. مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در گرد همایی سالانه بانوان که هر ساله در ماه مبارک رمضان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، بیاناتی را ایراد فرمودند. ایشان در ابتدای سخنان خود که در 30 شبکه ماهواره‌ای از جمله شبکه امام حسین علیه السلام به طور مستقیم پخش شد، سال روز رحلت حضرت ابو طالب علیه السلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها را خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تسلیت گفتند. معظم الله در ادامه افزود، بر هر بانویی لازم است برای بهشتی شدن به سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تأسی کند. آیت الله العظمی شیرازی همچنین فرمودند، شیوه برخورد و تعامل حضرت زهرا سلام الله علیها با پدر و همسر گرامیشان باید الگوی هر بانوی مؤمنه قرار گیرد. خبری از پروژه‌های عمرانی شهر مقدس کربلا. نصیف جاسم الخطابی استاندار شهر مقدس کربلا تایید کرد اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده شاهد افتتاح فرودگاه بین المللی کربلا خواهیم بود. گفتنی است این پروژه به همت آستان مقدس حسینی کلنگ زنی شده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده نخستین هواپیما تا سال آینده بر روی باند این فرودگاه فرود خواهد آمد. الخطابی در ادامه تاکید کرد، افتتاح فرودگاه بین المللی کربلا در چارچوب تلاش‌های دولت محلی برای ارتقای سطح خدمات و توسعه زیرساخت‌ها در استان، فراهم کردن فضای مناسب برای سرمایه گذاری و ارتقای گردشگری و اقتصاد محلی صورت می گیرد. وی در پایان افزود، این اقدام می تواند جایگاه کربلا را به عنوان مقصدی مطلوب برای زائران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ارتقا دهد. وعد القدو نماینده و عضو کمیته امنیت پارلمانی عراق روز گذشته اعلام کرد دیوار بتونی در مرز عراق و سوریه در مرحله سوم اجرایی شدن است. وی در ادامه تایید کرد که استراتژی امنیت و تقویت مرزهای عراق با کشورهای همسایه به طور پیوسته و مؤثر در حال پیشرفت است. گفتنی این دیوار بتونی بخشی از استحکامات امنیتی بزرگ عراق است که وزارت کشور به منظور تقویت امنیت مرزی ساخت آنها را اجرایی کرده و این امر به کنترل امنیت مرزهای عراق و سوریه، جلوگیری از عملیات قاچاق و مبارزه با باندها و گروه سنی‌های تندروی داعش کمک می‌کند. مراسم حراج استثنایی تحت عنوان حراج هنرهای جهان اسلام در مقر حراج بین المللی اورینتل برگزار شد. گفته می شود در این حراج قطعات کمیاب از هنرهای جهان اسلام عرضه شده که شگفتی همه حاضران در محل مراسم را برانگیخت. از جمله اشیاء قیمتی و ارزشمندی که به حراج گذاشته شده، یک مصحف بزرگ طلاکوب بوده که در اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 در سرزمین تاریخی هند ایجاد شده بود. قیمت اولیه تعیین شده برای این اثر هنر زیبا تنها 6000 یورو بود و انگیزه زیاد برای شرکت کنندگان در حراج به وجود آورد تا برای خرید آن با یکدیگر به رقابت گرمی بپردازند. در این حراج همچنین دو مصحف با خط کوفی عرضه شده که به قرن 19 مربوط بوده و هر کدام 1000 تا 1200 یورو قیمت اولیه گذاشته شده است. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان از کریستیان ریچر مشاور ویژه دبیرکل و رئیس تیم بین المللی تحقیقات جنایات داعش یونیتاد به مناسبت پایان مأموریتش استقبال کرد. بارزانی بر اهمیت حفاظت از حقوق قربانیان جنایات تروریستی و سنی‌های تندروی داعش پرداخت و بر غرامت به آنها و ادامه حمایت‌های بین المللی از محاکمه عاملان این جنایات تأکید کرد. و
وی در ادامه خاطر نشان کرد عاملان داعش باید به دلیل جنایات نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. در پایان مسرور بارزانی همچنین بر همکاری دولت اقلیم کردستان با جامعه بین المللی تأکید کرد. خبری از یمن، شیعیان حوثی یمن تأکید کردند که تا پایان جنگ غزه به حملاتشان ادامه خواهند داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته حملات شیعیان حوثی یمن به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ را با شدیدترین عبارات محکوم کرد و خواستار توقف فوری تهاجم این گروه شبه نظامی شد. گفتنی است هفته گذشته مقام‌های سازمان ملل ابراز نگرانی کردند که طرف‌های مختلف درگیری در یمن ممکن است به ماجراجویی نظامی خطرناک وارد شوند که می‌تواند این کشور را به چرخه جدیدی از جنگ وارد کند. و اما خبر آخر، انفجار در معدن زغال سنگ بر اثر تجمع گاز در منطقه هرنایی واقع در ایالت بلوچستان منجر به گرفتار شدن کارگران در این معدن شد. گفتنی است با تلاش نیروهای امدادی اداره معادن دولتی و سازمان مدیریت بلایا در طول شب 8 نفر از کارگران جان سالم به در بردند. در همین راستا شهباز شریف نخست وزیر پاکستان طی پیامی با ابراز تأسف از حادثه انفجار معدن و جان باختن تعدادی از کارگران دستور تسریع عملیات نجات و رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان را صادر کرد.